حراست بار که من همین کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست تو راست بار گفتم که غلامت من همین کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. البته این صدای دلانگیز و مرغولدار رو شناختید. آره، احمد ظاهری ناتکرار است و شاید متن ترانه او را نیز دانید که مال کدام شاعر است. بله، این همان غزل مشهور شاعر شیرین کلام تاجیک میرزا ترسونزاده است. ولی چگونه آن دسترسی آوازخوان معروف گردیده است شاید ندانید. پس گوش میدیم به سخن عالم و آوازخوان تاجیک جورابیگ نظری که میانه سالهای 70 عصر گذشته در پایتخت افغانستان شهر کابل به حیث ترجمان ایفای وظیفه نموده است. مهمان شهباز جان بودیم با احمد ظاهر و یک دوست احمد ظاهر با نام داوود. تا نصف شب ما سرودخوانی کردیم تا ساعت 12 یک شب. از وقتی خداحافظی شهباز و مهرنیسا کتاب مشاعره اگر یادتون باشه در تاجیکستان چاپ شده بود تحفه کردیم به احمد ظاهر، کتاب داده بودیم و من پیشنهاد کردم که گفتم من ظاهر جان یک چیز شما هم یک صحیفه باز میکنی، هر شعری که بیرون اومد به همون آهنگ میبنده و میخونه. اونم کتابی که باز کرد همین شعر مشهور استاد ترسونزاده، ترا صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست و غیره، همین شعر بر اومد. شاعر خلقی تاجیکستان میرزا ترسونزاده را زیایان سالهای 70 عصر گذشته در افغانستان خوب میشناختند و برایش نامه نیز می نوشتند و حتی در لباس نظم گو سلامم شاعری آزاده را شاغلی میرزای ترسونزاده را. آوازخوان در اون سالها خیلی معروف افغان، دارنده جایزه بین المللی صدای طلایی و اولین خواننده ترانه مشهور و جاوید ای ساربان آهستران کارام جانم می رود، عبدالجلیل زلان یک غزل دیگر میرزا ترسونزاده را که مطلعش چون نهادم پای خود را بر سر خاک وطن بارها بوسیدم از رخساره پاک وطن می باشد خیلی صمیمی می خواند. دمش بارو ها بوسیدمش رخساره پاک وطن چون نهادم پای خود را بر سر پاک وطن چون نهادم پای خود را بر سر پاک وطن اشعار شاعران تاجیک اساساً با دو راه دسترس آوازخوان‌های افغانی می‌گردید. نخست توسط متخصصین تاجیکستان که در افغانستان کار می‌کردند و بعداً هنگام سفرهای هنریشان به تاجیکستان خود آوازخوان‌های افغانی از شاعران تاجیک خواهش می‌کردند که با آنها همکاری نمایند و یا اشعار خود را به آنها دهند. مثلا سال‌های 80 عصر گذشته بین شاعر مشهور تاجیک بازار صابر و آوازخوان شناخته افغان احمد مرید همکاری خیلی جالبی صورت گرفت. چندین محفل های با اشتراک بازار صابر و احمد مرید در دوشنبه برپا گردیدند که در آنها آوازخوان افغانی ترانه های بر متن اشعار این شاعر شهیر ایجاد کرده اش را می سرود. استاد بازار صابر در صحبت با ما چگونه آغاز یافتن این همکاری را چنین شهر داد؟ با احمد مرید نمیشناختم، نمیدانستم. این مشناس های ما با احمد مرید با واسطه ترجمان ها صورت گرفت، ترجمانه که در افغانستان کار میکنه تو بیمارم همین ترجمان برده است در افغانستان به همین احمد مرید خوانده است. خیلی بخطی روسی بود احمد مرید خوانده نمیتوانه. احمد مرید ما کرشیده خوش آمده گفته که بیا من همینا دا آهنگ میسازم. ما بعد همین احمد مرید اول یه شعر دا آهنگ بسته بود، همون شعری که نامه ها یاد را بشادم بر هوا سر دادم از دست تا شوند ابر بهاری نامه های یادگاری بر سری تلها بگیرین چشمه و دریا بگیرین نامه ها بر ما بگیرین
همین خفجک شروع دار بابیش همانا گریبته و آهان قصده بودیم مردار. عبدالله قادری در بین شعرهای تاجیک همچون شاعری ترانه نویس مشهور است. اون نخستین ترانه خود ای نگار نازنین را در سن 18 سالگیش در همکاری با آهنگساز امنون بابا دوستوف 50 سال مقدم نوشته است. باید گفت که این ترانه بعداً در افغانستان و ایران خیلی مشهور گردید. سال 1978 در تهران مجموعه با نام 500 ترانه بهترین ایران زمین به تب می‌رسد که همان شعر عبدالله قادری و آن کتاب بدون نام بردن از مؤلف داخل کرده می شود. از آوازخوان‌های افغانی به خواندن دو بیتی و ربایی‌های شادروان لایق شیرعلی میل کردند. میر مفتون خواننده ترانه‌های مردمی بدخشان. عمرم با حلم زیاستانی تو گذشت شد مرغی دلم زیاشیانی تو گذشت بویند اگر گذشت لایق ز جهان مقصد بدان کی از جهانی تو گذشت مقصد بدانی از جهانی تو گذشتی آوازخوان جوان و امیدبخش جاوید شریف در آلبومی به نزدیکی نشر نموده خود چندین ربایی و دو بیتی های استاد لایق را در ترانه های تازه خیش جای داده است. نوشتن ما که در سری گذشته من شاعر بسیار خوب و بزرگ تاجکستان مرحوم شیرعلی اشعار گفتیم بسیار اشعار شیرین را البته دو بیتی شعر کمی ترانه کتاب ترانه های شعرای تاجیک با حروف عربی به نشر برسد و اون دسترس هنرمندان افغان بگردد حتما به منفعت جانب ها و علاقمندان شعر و موسیقی خواهد بود.